سلام دوستان خب با دوره آموزشی الگوریتم سیمپلکس در خدمتون هستیم در جلسه قبل ما با متغیرهای ای و غیر پایه‌ای آشنا شدیم و گفتیم که الگوریتم سیمپلکس بر اساس بررسی کردن متغیرهای پایه‌ای میبینه کدوم یکی تا به هدف رو بهینه میکنه و بر اساس در واقع تکرار و بررسی متغیرها به جواب میرسه خب تو جلسه قبل گفتیم که الگوریتم سیمپلکس از یک متغیر پایه‌ای هر دفعه به یک متغیر پایه دیگه ای میره تا اینکه ببینیم کدوم بهترین جواب هستش دیگه این متغیرهای پایه‌ای هم گفتیم مجاور هم هستن یعنی یهو یه از اینجا نمیپره مثلا نموده یهو یه از اینجا نمیپره به اینجا اول میره به یه دونه مجاورش بعد میره به مجاوره بعدی تا اینکه ببینه جواب بهینه هست یا نه خب باسه اینکه این کار رو انجام بدیم باید با جبر و اعمال ریاضی الگوریتم سیمپلکس آشنا بشیم که ببینیم چطور این کار رو میکنه خب توی جلسه قبل گفتیم ما یه چنین مدلی رو در دست داریم که به صورت مساوی در اومده یعنی چی یعنی من اومدم متغیرهای کمکیم رو اضافه کردم و دستگاه نامعادلاتم رو به دستگاه معادلات تبدیل کردم بذارین من از پاورپوینت خارج بشم و از این عکس بگیرم چون و روی این بنویسم که این نفره چون توی این راحت تر میشه نوشتش خب پس ما به الان به یه چنین چیزی رسیدیم که دستگاه معادلات ما هست حالا وقتی که میخوام الگوریتم سیمپلکس رو اعمال کنم گفتیم که باید از جوابهای پایه ای شروع کنیم درسته و دونه دونه جوابهای پایه ای رو بررسی کنیم حالا از کجا شروع بکنیم از کدوم جواب پایه ای شروع بکنیم فرقی نداره در واقع به اون جواب پایه اول که شروع میکنیم میگیم جواب اولیه یعنی اولین جوابی که داریم حالا میتونه بهینه باشه نباشه حتی میتونه شدنی هم نباشه اما حالا در نظر بگیریم که جواب شدنیه اینجا خب پس من از یک جواب شدنی اولیه شروع میکنم خب و دونه دونه جواب های مجاورش رو بررسی میکنم تا ببینم کدوم یکی از اینا بهینه هستش پس فرض کنید جواب اولیه که ازش میخوام شروع کنم و x صفر در نظر بگیریم خب این x صفر که همونطور که میدونیم تشکیل شده از دو قسمت جواب های و جواب های غیر پایهی که گفتیم جواب های غیر پایهی ای مقدارشون و جواب های مقدارشون برابر با حل دستگاه معادلات ما که گفتیم بی منفی یک بی میشه گفتیم چجوریه B در واقع این قسمت تبدیل میشه به BX ماتریس زرایب در واقع محدودیت های متغیر های به اضافه N ضریب متغیر های غیر پایی در محدودیت ها X N در نظر بگیریم مساوی B چون میدونیم این صفره پس میشه X B بخشی میشه B مساوی X بی که گفتیم این دستگاه رو باید حل بکنیم پس میشه B منفی یک B منفی یک B خب بذاریم من آبی بنویسم که بهتر باشه خب پس گفتیم که این الان جواب دستگاه ما میشه واسه یه چنین متغیره که در نظر گرفتیم و از این شروع کردیم نمیدونیم هر جوابی میتونه باشه خب ولی جواب اولیه ماست و جواب پایه شدنی هستش حالا وقتی که ایکس بی رو به دست آوردیم مقدار تا به هدف میشه این عدد ضرایب c در متغیرهای ایکس بی درسته یعنی در زب در متغیرهای من که اینو داریم اینجا دیگه خب میدونیم که ضرایب غیر پایه صفرن اینجا جاگذاری می میکنیم زب داره در واقع سی بی میشه خب این یه برداری هستین هم تقسیم بر دو بخشش میکنیم بردار به پایه یه تا به هدف و بردار به غیر پایه پای تا به هدف ضرب ماتریسی میکنیم این میشه ضرب این این که با این میشه صفر میشه سی بی بی منفی یک بی و زد من هم تو اینجا برابر با سی بی بی منفی یک بی میشه خب حالا ما این رو به دست آوردیم فهمیدیم که آقا با جواب پایه جواب اولی شدنی من x b من یا x های b من که میشم b منفی یک b z من هم که شده c b b منفی یک خب این یک جواب که به دست آوردیم حالا میخوایم جواب بهینه رو به دست بیاریم یعنی ببینیم که آیا جواب دیگری هم وجود دارد که مقدارش کمتر از این باشد ببینیم ما مسئلهمون الان مینیمم سازیه پس میخوایم زدمون کم بشه واسه مسائل ماکسیموم سازی میخوایم زدمون بیشتر بشه پس وقتی که مسئله من مینیمم سازیه و من این زد رو به دست آوردم این سوال پیش میاد که آیا زد دیگری هم وجود دارد که از این کوچیکتر باشد و اگر مسئله من ماکسیموم سازی بود این سوال پیش میاد که آیا زد دیگری هم وجود دارد که از این مقدار بیشتر باشد آیا این هست خب نگاه کنیم چطوری نگاه بکنیم میایم اول میگیم که اوکی من گفتم x هم مساوی x بی x n دیگه خب میدونم که x های من الان مساوی صفره اما اگر زد دیگری وجود داشته باشه که مقدارش از زد کنونی من که این زد سفره هستش کمتر باشه پس یک کدوم از این x ها هستن که جواب گرفتن دیگه یعنی یک کدوم از این ایکس ها هستن که باید عدد بگیرن و یک کدوم از این ایکس ها هستن که باید به صفر تبدیل بشن و جای این دوتا با هم عوض بشه یعنی فرض کنین یه ایکس کای وجود داره این وسط که در حال حاضر من اونو غیر پایه در نظر گرفتم و غیر پایه هستش اگر به این ایکس کا عدد بدم و یک کدوم از این ایکس هایی که اینجا هست حالا j یا هر چیزی خب اینجا این رو برابر با صفر کنم و به این عدد بدم اون وقت جواب زدی که به دست میارم از این مقدار کوچیک‌تر میشه پس من میخوام این دوتا تا x رو که باید با هم دیگه جابجا جا, به جا بشن و این عدد بگیره و این یکی صفر بشه رو پیدا کنم ببینم آیا وجود داره یه چنین x یا نه خب برای این کار میدونیم که xمون تشکیل شده از دو بخش x بی x های پایه و غیره پای. ماتریسی که اینجا دارم توی محدودیت‌های خودم آ ضرایب محدودیت های متغیر, متغیر ها تو محدودیت ها مساوی با بی هستش که این رو به دو بخش تقسیم میشه کردش بر اساس ایکس که دارم میشه همونطور که اینجا نوشته بودیم میشه بی که برای متغیرهای های پایه تو محدودیت ها هستن یعنی ماتریس بی و ضرایب که برای متغیر غیر پایه هستن تو ماتریس تو محدودیت ها که میشه ماتریس N که این هم میشه x بی این. خب که میدونیم اینا صفرن دیگه ولی اینجا میخوایم ببینیم کدوم رو باید پیدا کنیم خب این هم از قبل میدونستیم وقتی که این رو داریم میدونم که x بی مو که میخوام به دست بیارم در واقع برابر با این میشه که من همه رو زب در b منفی یک کنم خب که اینجا اینطوری میشه میشه b منفی یک در b در x b به اضافه b منفی یک در n x n که مساویه با b منفی یک b درسته چون اینا رو که صفر بوده اون موقع حذف کردیم ولی الان دیگه نمیخوایم حذف کنیم داریم پارامتری میریم جلو خب که اینا رو ببرم اون طرف معادلات میشه در واقع b منفی یک این تبدیل میشه به منفی منهای b منفی یک n x n درسته بذارین اینجا بنویسم ما گفتیم که b منفی یک بی اکس بی به اضافه بی منفی یک ان x ان مساوی بی منفی یک بی هستش خب که این حالا در واقع این که میشه ماتریس آی در واقع همون یکی یک که صرف نظر میکنیم میشه x b. مساوی میشه اینم میبرم این طرف معادله خب میشه b منفی یک b من های b منفی یک n x n درسته که به این میرسیم برخش. که به این میرسیم خب حالا وقتی که به این رسیدیم داریم چی کار میکنیم این یعنی چی این همینی که اینجا به دست آوردم این این در واقع ماتریسی هست خب ماتریسی از ذرایب ماتریس آ درسته این عناصرش A کوچیک میشن دیگه خب ماتریسی از این هستش دیگه ذرایب محدودیت های من هستش که ضبط در B منفی یک شده و اگر ماتریسی نگاه نکنیم در واقع میشه مجموع زیگما یعنی ماتریس رو من تبدیل کردم به حالت زیگما خب یعنی آی جی یعنی هر کدوم از این ذرایب دونه دونه ضرب در بی منفی یکش میشه و ایکس جی خودش یعنی یه دونه یه دونه میشه به اضافه بعدی مثلا جی بعدی به اضافه جی بعدی به اضافه جی بعدی همینطور میره تا تمامی در واقع متغیرهای غیر پایه‌ای درسته یعنی به ازای متغیر غیر پایه ای این زیگما هست دیگه پس این جی که الان من اینجا اضافه کردم این خیلی جی مهمیه چیه اسمش؟ اندیس بذاری من این را پاک کنم بنویسم اینو این جی ها اندیس متغیر های غیر پایه ای یعنی الان من این متغیره غیر پایه J تا متغیر غیر پایه دارم حالا هر چند تا که میخواد باشه که از حالت ماتریسی به حالت زیگما تبدیلش کرد و حالا بین بی منفی یک ای جی اسم میذارم وای جی پس اگر وای جی من دیدم یعنی همون بی منفی یک آی جی هستش که تبدیل شده واسه ساده سازی و بی منفی یک بی و هم به اسمشو میذارم بی بار که یک کم کچکتر و بهتر بشه پس در واقع متغیرهای پایه من خب که وقتی دستگاه معادلاتمو داشتم حل می میکن... کردم برابر بود با این مقدار بی منفی یک بی وای جی ایکس که اینا متغیرهای غیر پایه ای هستن که چون صفر بود کلن حذفش کرده بودم ولی الان به صورت پارامتری میرم جلو که بتونم به یک نتیجه برسم که آیا زدی وجود داره که از این زد کنونی که از این به دست اومده کوچیک‌تر باشد خب پس باید چیکار بکنم زد رو بر اساس این مقدار به دست بیارم خب بر اساس این مقدار خب زد هم, گفتم که برابر بر بر با سی ایکس دیگه که اینم دو قسمت داشتش همونجور که میدونیم اینجا سی بی سی ان زب در x شده بودش که اینجا بیبار بار من هستش این هم چیه به جای صفر خب چی رو میتونم بذارم در واقع b منفی یک n x n چون صفر این صفر بود اینو صفر گذاشته بودیم دیگه که حالا به صورت در واقع اندیس جیش میتونم بذارم به این صورت هم میتونم بذارم درسته در واقع CN XN من بوده CB XB من میشه خب دقیقا همینجا این الان XB من بوده اینجا هم XN من بوده دیگه خب پس بیام جایگذاریم رو انجام بدم گفتم که این قسمت درسته برابر با CB بی منفی که همون B باره اینو جاگذاری کردم اینجا دیگه خب بذاریم من اینجا از اول بنویسم خب این x ایکس بی منو که به دست آوردم اومدم گذاشتم جای این و به اینجا رسیدم سی بی در این عدد در این پارامتر رو خب به اضافه سی ج ایکس, ج. ایکس ج ج چی بود؟ همون اندیسای های غیر پایه یعنی جواب غیر پای یعنی این همون CN XN من هستش یعنی این اومده به این تبدیل شده خب منطقی پس به اینجا رسیدم و در نظر گرفتم که کنین ضد من مساویه با این حالا تو اینجا خب یه ذره ضرب بکنیم و ببریم جلوتر در واقع میشه سی بی بذارین من اینجا بنویسم میشه سی بی بی منفی یک بی من درسته سی بی که زیگمای جی بی منفی یک آی جی ایکس جی درسته به اضافه زیگمای سی جی ایکس جی هستش این رو جدا میکنم خب همون چیه زده صفر من هست همین اینه دیگه درسته این همینه که میدونم این مقدار به دست میاد این مقدار در واقع غیر پایه‌ای که وجود داشتهش اینا هست اینا همه x های j دیگه صفر اینجا x j داشتم اینجا هم x j داشتم خب که میشه چی بذارین من آ... این رو یه ذره میخوام بیشتر توضیح بدم ببندم این رو باز کنم خب پس گفتم که زده من زده کلیه من ببخشید زده من برابر بود با سی بی بی منفی یک بی به اضافه زیگ ماه بی منفی یک a j x j به ازای کل j ها متغیرهای غیر پای درسته به اضافه c Xj x j روی j خب تمام متغیرهای غیر پای خب به این رسیدیم بعد گفتیم که اوکی این که همون زد صفر من هستش میذارم جاش به اضافه اینم رو کلا رو جیه دیگه خب یعنی روی زیگما جی من قرار داره دیگه از X جیش میتونم فاکتور بگیرم خب که میشه در واقع اینم سی بی هم میتونم بیارم داخل این یه عدد چیز هستش ثابت سی بی, بی منفی یک آی جی خب اینجا یه منهای اشتباه گذاشتم فکر کنم درسته این منها بودش اینجا خب این منها درسته از منهاش هم یه فاکتور میگیرم که دیگه این میشه مثبت این میشه منفی زیگمای اینم رو جیه دیگه زیگمای جی سی جی ایکس جی در واقع کلش رو میتونم ببرم توی زیگما زد مساوی با زد صفر من های زیگمای جی این x ج هم فاکتور گرفته بودم دیگه گفتیم فاکتور بگیرم میشه اینم x ایکس جه. خب زیگما سی بی B منفی یک های جی من های سی ج کل اینا توی زیگما هستش هستش ایکس جه. خب پس به این مقدار به این راحتی میتونم برسم که همون مقداری هستش که الان اینجا نشون دادیم خب بی منفی یک اینجا سی بی و جای گذاری کردیم بعد اومدیم گفتیم زد صفر میشه و این وسط هنوز اینو تشکیل ندادیم خب اه. اینجا به این مقدار رسیدیم به این سی بی بی منفی اینم ایکس جی این آی جی یا به این میگن زده جی خب اینم کلش توی این زیگمان هست به میگن زد جی یعنی زد که اگر ضریب در واقع ایکس های جی من هستش خب اینو منها بکنم ببین این زیگما میاد بیرون بذاریم اینطوری بنویسم زیکمای جی کلا میشه اون وقت میشه زد جی من های سی جی در ایکس جی یعنی اگر ایکس جی من عدد میگیره و صفر نبود این ضریب ضبط در اون عدده میشد و به این مقدار از زد من کم میشد نها اینجا منفی دارم خب بذاریم با یه رنگ دیگه بنویسم یعنی اینجا الان اینو رو تبدیل کردیم به خب و در کل z برابر شد با z صفر منهای های زیگمای j درسته z j من های c j ها؟ در x j در حال حاضر x j های من مقداری برابر با صفر دارن خب اما اینا عددن یه عددی هستش و اون عدد خب اگر این صفر نبود زب در عدد این میشد و از این زده صفر من کم میشد یعنی فرض کنین یه کدوم از این جی ها کنین مثلا من اگر بگم سه تا متغیر یک دو سه تا متغیر غیر پایه ای دارم که بتونیم بنویسیم در واقع زدی که من دارم به دست یه زد صفری بود من های سی یک. یک منهای های یک من سی یک در ایکس یک منهای های زد دو من سی دو زده دو من سی دو در ایکس دو منهای های زد سه من سی در ایکس سه یه چنین چیزی بودش که <تصفح> الان <تصفح> زد ها ایکس های غیر پایی صفرن دیگه اما اگر صفر نبود یک کدوم از این ها صفر نبود خب اون عددی که به دست می اومد زبد داری این می شود و منهای زد صفر می شود. درسته؟ خب حالا این ایکس ها می تونن چه مقادری داشته باشن؟ این ایکس ها ایکس جی های من یا میتونن بزرگتر از صفر باشن یا میتونن صفر باشن یا میتونن کوچیکتر از صفر باشن خب ببخشید 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 این زد جی من های سی جی های من چی میتونن باشن اینا رو کاری نمیدونن در حال حاضر صفرن خب اینا ایکس جی های من بزرگتر مساوی صفر میتونن باشن که حالت منفی نداره یا صفر یا بزرگتر از صفر اما این زده جی من های سی جی های من چی میتونن باشن یا میتونن برابر با صفر باشن یا عددی باشه که صفر عدد نباشه صفر باشه یا میتونم عدد بزرگتر از صفر باشه یا میتونه عدد کوچکتر از صفر باشه اگر این عدد صفر باشه یعنی تغییری تو این ایجاد نمیکنه و زدی به دست نخواهد آمد که مثلا در واقع تغییری خود ایجاد بکنه اما اگر بزرگتر از صفر باشن یک کدوم از اینها بزرگتر از صفر باشن یا همشون بزرگتر از صفر باشن و این ایکس من عدد بگیره باعث میشه که زد من کوچیک بشه پس در واقع اگر این حالت وجود داشته باشه بین هر کدوم از اینها باعث کوچکتر شدن تا به هدف میشه و اگر کوچکتر از صفر باشد یعنی منفی باشه میشه منفی زب داره منفی مثبت یعنی به این مقدار اضافه میکنه پس باعث اضافه شدن به تاب هدف میشه خب حالا اگر مسئله من مینیموم سازی بود میخواستم زد من همینطور کم بشه من به یه زد اینجا رسیدم خب و اگر یه کدوم از این ذرایبه مثبت وجود داشتن یعنی یک کدوم از اینا مثبت بودن من مطمئنم یک کدوم از اینا را اگر اون مثبتتر وارد بکنم تا به هم کوچیکتر میشه پس باید اون وارد بشه پس باید اون عدد بگیره تا تا هدف من کوچیکتر بشه و اگر مسئله من مکسیموم سازی بود و یک کدوم از اینها جواب منفی به دست آوردم ازشون میدونستم اونی که منفی هست باعث میشه که تا به هدف من بزرگتر بشه و جواب بهینه من پس این بهینه نیست اما اگر مسئله ماکسیموم سازی بر فرض بود و همه اینا مثبت به دست اومدن مثبت به دست اومدن یا صفر به دست اومدن همشون اون اومد وقت میدونم هیچ کدوم از اینها باعث بهبود در تابع به هدف من نمیشه یا برعکس اگر مسئله من مینیموم سازی بود و همه اینها در واقع منفی به دست اومدن خب مسئله مینیموم سازیه منفی در منفی میشه مثبت پس هیچ کدوم از اینها واسه کمتر شدن تا به هدف من نمیشه بلکه بیشتر شدنشون میشه خب پس تا اینجا متوجه شدیم که من برای چی اومدم زد رو به دست آوردم و به این مقدار رسیدم به خاطر اینکه میام این رو تشکیل میدم در واقع زد من مساوی میشه با زد صفر من که همین سی بی همین سی بی بی منفی یکه منهای زرایبی زرایب تا به هدف متغیرهای غیرپایهی در متغیر غیر و اعداد این هستن که تعیین کنندن خب و در واقع اگر شمای کلی این رو در نظر بگیریم من اینا رو به دست آورده بودم دیگه تا به هدف من به این تبدیل میشه درسته محدودیت های من به چی تبدیل میشه؟ این محدودیت های من بود دیگه خب اگر ایکس بی رو نخوام به دست بیارم ایکس بی رو که دارم بی بارم هم که دارم بی بار کدوم بود نکن اینجا اینو میبینیم به اینجا رسیدم اگر این رو برگردونم سر جاش یعنی چیکار بکنم یعنی بگم این برگرده همین عقب بشه x b یا همین که اینجا نوشتیم دیگه دوباره ننویسم میشه این اینا محدودیت های من هستن دیگه در واقع دارم یک مدل جدید رو حل میکنم یک مدل جدید که بر اساس یک جواب اولیه ای نوشته شده و میام میبینم آیا این بهبود پیدا میکنه بر اساس این ذرایب یا خیر که اونجا هم گفتیم اگر الان اینجا مثلا اون مینیمم سازی ها. اگر همه زد جی من های سی جی ها یعنی همه اینها که اونجا نشون دادم کوچیکتر از صفر باشه یعنی منفی باشن اینا همه منفی باشن میشه منفی در منفی میشه مثبت. آنگاه همینی که هست همین جواب اولیه یا هر چیزی که به دست میاد همین جواب بهینه من هستش. خب این ایکس جیارو رو پس پاس صفر بذارم یعنی همون صفر لیاقتش بهتره و جواب بهینه من همون ایکس بیای من هستش. اما اگر این طور نبود و یک کدوم از اینا مثبت بود حداقل اون وقت میتونم نتیجه بگیرم که این Z میتونه کاهش پیدا بکنه و مینیمم بیشتر, بیشتر مینیموم بشه و باید برم سراغ جواب بعدی خب این تا اینجا پس من الان جبر این مسائل رو یاد گرفتم یعنی یه سری معادلات رو یاد گرفتم که حالا اینجا بخوام بگم کدوم اهمیت دارن خیلی باید در نظر بگیریم این که خب معلوم اهمیت داره یکی این خیلی اهمیت داره درسته این و خب اینا معادلات اینا موارد مهمی بود که اینجا به دست داره. حالا بریم یه مثال بزنیم مثالمون چطوری هستش فرض کنیم میخوایم این رو مینیمم کنیم این دستگاه معادلاتی رو مینیمم کنیم خب اول از همه میایم متقای... های کمکی رو اضافه میکنیم میایم میگیم اینا رو باید تبدیل به معادله کنیم پس میایم متغیر کمکی سوم متغ... x3 رو اضافه میکنیم و واسه این هم یعنی دو تا متغیر باید اضافه کنیم یکی واسه این محدودیت یکی واسه این محدودیت که میشه x3 و x4 و میدونیم در حالت استاندارد کلی اونا چون سه در حالت استاندارد کلی چون ضربش صفر بود اینجا ننوشتیم ولی اگر با ضرب صفر هم بخوایم بنویسیم میشه این حالت x1 x2 0 x3 و 0 x4 x1 x2 x3 0 x4 0 x1 در واقع اینجا 0 x1 بوده دیگه x2 0 x3 و x4 که <coughs> اینجا اضافه شده و همه موارد باید بزرگتر از صفر پس این حالت استاندارد ما خب تو این حالت استاندارد من میتونم حالا دستگاه معادلاتم رو حل کنم خب میدونم که سی من برابر با یک و یک هستش اینجا دیگه البته در واقع سی من برابر با یک یک صفر صفره یعنی باید بر اساس این نوشته بشه بی من که همون یک و چهاره این دوتا که دست راست بهش میگن مطرس دست راست خب ای من چجوریه بر اساس این اونم نوشته میشه یعنی یک صفر یک صفر اینجا یک صفر باسه متغیر اول دو یک یک صفر و صفر یک این میشه ماتریس A من و متغیرهای من دیگه x1 x2 فقط نیستن x1 x2 x3 و x4 هستن و این دستگاه رو میخوایم حل کنیم اولین کاری که میکنیم یه میگیم بی من کدومه بی من بر اساس یک جواب شروع میشه جواب اولیه نه همینطور رو هوا نمیتونم بگم بی من کدومه پس یک جواب اولیه لازم دارم که فرض میکنم اینجا x1 و x2 جوابهای های پایه اولیه من باشن اگر اینها جوابهای های پایه اولیه من باشن ذرای به اونها توی x1 و a2 توی محدودیت ها تشکیل مینه ماتریس B من A1 من کدومه؟ 1 و 0 A2 من کدومه؟ 2 و 1 این میشه A1 این میشه A2 بردار A1 بردار A2 حالا B منفی 1 من چی میشه؟ میشه وارون ماتریس من دیگه ماتریس همین ماتریس من دیگه گفتیم وارون ماتریس میشه واسه ماتریس مربعی میشه این دوتا ضرب داره هم میشه یک منهای این دوتا ضرب داره هم میشه صفر در جای این دوتا رو عوض کن میشه یک و یک خودش یک بود این دوتا هم زب منفی یک کن میشه منفی دو منفی یک در صفر هم که خودش صفر پس وارون ماتریس من میشه این میشه یک تقسیم برای یک منفی دو تقسیم برای یک صفر تقسیم برای یک یک تقسیم برای یک بی منفی یک همو به دست آوردم وقتی که بی منفی یک همون رو به دست آوردم دومین چیزی که باید به دست بیارم سی بی بی منفی یک چی میده به من گفتیم که سی بی بی منفی یک توی اینجا اهمیت داشتش واسه اینکه که زده رو به دست بیارم خب واسه اینکه که بتونم روشنتر این کار رو انجام بدم قبل از هر چیزی اول B منفی یکم رو به دست میارم بعد C B B منفی یکم رو به دست میارم که بتونم معادلات دیگر رو حل کنم و به دست بیارم که خب B بی, بی من چیه ضرب ماتریس ضرب متغیر پایه در Z که برابر با یک و یک هستش میبینیم این دوتا X ای یک و X دو منن دیگه من متغیرهای پایه‌ای که در نظر گرفتم. این میشه سیه بی بی منفی یک منم که اینه ضرب ماتریسی میکنم میشه یک ضرب ماتریسی اینم میشه منفی دو به اضافه یک که میشه منفی یک پس این میشه سی بی بی منفی دوم چیزی که باید به دست خب وقتی که اینا رو به دست آوردم حالا نها کنید الان بی منفی یک هم که این بود سی بی بی منفی یک هم, هم که اینه ببینید این سی بی بی منفی یک رو بهش دبلیو هم میگن یعنی بهش دبلیو میگن خب اینا بهش اسم گذاشتن چون اهمیت داره به W ذرایع به سیمپلکس سیمپلکس مالتیپایر میگن چرا چون اگر اینجا توجه کنین منم اومدم یه بار نشون دادم این سی بی بی منفی یک هستش که زد جی های من رو ایجاد میکنه و از اهمیت خاصی برخورداره ذره سیمپلکس میگن که بتونیم الگوریتم سیمپلکسمون رو جلو ببریم خب به خاطر همین وقتی که سی بی بی منفی یک رم رو به دست آوردم میام چی رو به دست میارم نا من میخوام به این زده برسم دیگه میخوام به اینا برسم درسته؟ پس یکی از قسمت های... ای بابا یکی از قسمت هایی که باید به دست می آوردم واسه این کار زده جیه که سی بی بی منفی یک قسمتی از اون هستش دومیش چیه؟ وای جیه های من هست خب وای جی من بیمنفی یک آی, ای جیه یعنی زرایب یعنی اینجا یعنی اگه من این رو به دست بیارم زرایب محدودیت ها میشه به روز رسانی میکنم پس دومین قسمتی که به دست میارم وای جی های من هستش جی گفتیم چیه؟ جی اندیس متغیرهای غیر ای. خب من گفتم چهار تا متغیر دارم اینجا دیگه اگه یادتون باشه این دوتا رو گفتم پایه ای یعنی که دارم باشون شروع میکنم و جواب اولیه من هستن این دوتا میشن غیر پایه پس اندیسش میشه سه و چهار خب پس من با وای سه و وای چهار رو به دست بیارم که میشه بیمنفی منفی یک آیسه و بی منفی یک اینم آی چهار خب بیمنفی یک که به دست آورده بو بودیم آی سه کدومه میایم اینجا این برابر با آی سه بردار آی سه و اینم برابر با بردار آی چهار هستش یک و صفر صفر و یک و زب در یک و صفر میکنم میشه این در این که میشه یک منهای دو میشه یک منهای دو در صفر که میشه خود یک میشه صفر ضرب در یک در یک ضرب در صفر که میشه صفر ضرب ماتریسی باید بکنیم دیگه واسه آی چهار چطور؟ اینا رو من درست باید بکنم تو پاورپوینت خب میشه این در این میشه یک ضرب در صفر در منفی دو در یک که میشه منفی دو صفر در صفر یک در یک که میشه یک خب پس آسه و آ4 هم, هم به دست آوردم من هر کدوم از این پارامترها رو باید دونه دونه به دست بیارم که بتونم آخرش به اینا برسم بارم هم باید به دست بیارم بیبارمون هم که گفتیم جواب در واقع این همون جواب متغیرهای پایهیه درسته که میشه بی منفی یک بی که میشه این در چار و یک بی من کدوم بود؟ بی من چار و یک هستش پس ضرب ماتریسی میکنم که این هم میشه دو و یک خب وقتی که یعنی اینجا من هدفم چی بود Z مساوی زد صفر من های زیگمای J در زد J من های C J و X J خب X J برداریم من هدفم اینه که به این برسم درسته اومدم چیکار کردم اومدم پارامترهایی که لازم داشتم و دونه دونه حساب کردم B منفی یک رو لازم دارم دبلیو رو باسه این کار لازم دارم وای ها رو لازم دارم و بیمو لازم دارم بی بارم و لازم دارم بی بارم که به دست آوردم اولین چیزی که میتونم به دست بیارم زد سفره که گفتیم سی B بی. بی منفی یک بی برابر با زد صفره سی بی من چیه؟ یک و منفی یک هستش از کجا؟ یک و یک هستش سی بی من من اینجا اشتباه گذاشتم یک و یک هستش خب ببخشید برعکس گفتم سی بی بی منفی یک هم رو اول باید بذارم در بی ضرب کنم سی بی بی منفی یک که اینجا به دست رو بودیم میاریم اینجا بی من میذاریم اینجا چار یک که میشه سه میتونستیم برعکس به دست بینید. یعنی بگیم یک و یک که همون سی بی من هستش در بی منفی یک بی که همون بی بار من هستش که برابر میشه با یک و یک در دو و یک که میشه چی؟ میشه دو و اضافه یک میشه سه همون عدد رو میده پس این زده صفر همون به دست آوردم بعد به ازای هر کدوم از این جی ها باید زد جی منهای سی جی هم رو به دست بیارم یعنی زد سه منهای سی سه و زد چهار منهای سی چهار چون اندیس های غیر پایه من هستن خب این برابر با چه بود؟ میایم اقعب گفتیم که زد جی منهای سی جی خب زد جی من چیه؟ سی بی بی منفی یک آی جی منهای سی جی درسته خب سی جی های من چیه اول اینجا بنویسم سی جی هم سی من یه برداری هست که اینجاست درسته سی جی من صفر صفره این ایکس یک ایکس دو بوده این ایکس سه ایکس چهار هستش پس سی جی من الان صفر و صفره خب این باشه J برابر با 3 J برابر شد در حالتی که J برابر با 3 هستش C B بی،, بی منفی 1 A رو باید به دست بیارم این مقدار B, B منفی 1 A که اینجا به دست آورده بودم میشه یک و صفر که اینجا نوشته یعنی Y 3 من درسته و اینم C B میتونم بذارم سی بی منم که برابر بود با یک و یک خب در واقع اینجا حالا برعکسش وای جه نداشته یعنی دقیقا مثل همین حالت اومده اول این رو در نظر گرفته در آی سه خب آی سه من برابر بود با یک و صفر و سی بی بی منفی یک منم برابر بود منفی یک, یک اون چیزی که من اولش گفتم مشابه اینه در واقع این دوتا رو اگه وای در نظر بگیری سی بی من برابر با یک و یکه که قبلا گفته بودیم اینجا زب داره وای من وای منم یک و صفره که ضربه ماتریسی کنیم میشه یک که همین به دست میاد یک من های صفر صفر چیه؟ سی جی سی سه که اینجا صفره که برابر میشه با یک خب همین کار رو هم باید باید زده چار من سی چار رو به دست بیاریم که میشه سی بی بی منفی یک که میشه یک و منفی یک آیه چهار من هم صفر و یکه که میشه یک زب در صفر منفی یک در یک میشه منفی یک من هست صفر میشه منفی یک پس این مقدار برابر شد با یک و این مقدار برابر شد با منفی یک درسته یعنی چی؟ اینجا الان اون دستگاهی که گفتیم رو کشیدیم یعنی من سه رو که زده صفرم من های من های x3 میتونم بکنم به اضافه x4 میتونم بکنم این چیه z3 منهای c3 این یکی اینجا چیه z4 منهای c4 چرا اینجا نه کردن یعنی الان یک دیگه خب من گفتم که z0 منهای در واقع زیگما ی zj منهای cj باید باشه این چیزی که اینجا به دست آوردیم پس بعد منهای اولی زی... یک من منفی یک بشه که میشه زد صفر منهای یک به اضافه یک درسته که اینا زرایب بودن دیگه خب که دقیقا اینجا زرایب قرار داده میشه اینا هم که دیگه همون صفر به دست میدن و سه رو که ازش به دست آوردیم اینا رو میتونیم ننویسیم یعنی صفر من هست خب بعد محدودیت رام رو گفتم نوشتم درسته در واقع اومدم چی رو نوشتم با پارامتر را مینیموم زد مساویه با زد صفر منهای زیگمای سی جی زد زد منهای سی جی خب در ایکس جی درسته اینا ایکس جی من هستن حالا اینا رو میتونیم نادید بگه بقیه ماشه صفر در ایکس بی خب این مینیموم میخوام بکنم محدودیت های جدید من چجوری بودن گفته بودیم دیگه اگه یادتون باشه زیدمای ج وای ج خب x ج به اضافه x b مساوی با b بار خب پس اینجا وای ج های من به دردم خورد و این معادله که اینجا به دست آوردم برابر با معادله که اینجا میخواستم هستش خب حالا بیایم اینجا وقتی که به اینجا رسیدیم بیایم نتیجه گیری کنیم من در حال حاضر با توجه به متغیرهای پایه یک و دو عدد سه رو با ستا و هدفم به دست میارم اینجا میبینیم که اگر متغیر x سه بج... انا در حال حاضر x سه سفر x چار من سفره خب اگر متغیر x سه برابر با یک عددی بشه یک دو هر عددی خب از این سه کم میشه اما اگر x4 برابر یک عددی بشه به اضافه این سه میشه و چون من م... مینیمم سازی هستم x4 واسه من خوب نیست اما x3 خوبه پس x3 من باید عدد بگیرم به این میگم متغیره ورودی وارد بپیداش اما وقتی که این متغیر میخواد وارد بشه یکی از این متغیرهای پایه‌ای که در حال حاضر اینجا دارم باید خارج بشه چرا یادتون اونجا دو از چهار میگرفتیم چون متغیر من میخوام پایه‌ای باشه و رسی در واقع باشه باید حتما به اندازه تعداد محدودیت های من باشه یعنی دو تا فقط باشن که عدت میگیرن و میدونم روی نقاط رسیم پس وقتی که یه دونه میخواد اضافه بشه یکی دیگه باید خارج بشه پس من اینجا باید بگم که کدوم یکی از متغیرهای پایه کنونی من خارج بشن اون متغیر پایه و خارج بشه اما چطور میتونم خروجش رو تعیین بکنم بر اساس محدودیت ها من x رو چقدر زیاد میتونم بکنم هر چقدر بیشترش کنم مثلا بی نهایتش کنم زد من بهتر میشه کمتر و کمتر و کمتر میشه یعنی من میتونم یک بذارم دو بذارم سه بذارم ده بذارم دیویست بذارم هر چقدر بیشتر بذارم زد من کمتر میشه دیگه پس هر چقدر ایکس سم رو افزایش بدم به نفله. اما محدودیت دارم محدودیت من اینجا تعیین میشه بر اساس اینجا هستش که من میگم چقدر ماکسیموم میتونم ایکس 3 رو ببرم بالا خب من اگر اینجا x3 رو یکی دیگه میتونم یک بذارم هنوز محدودیتم برقراره ولی مساویه مساوی نیست ماکسیموم تا دو میتونم ببرم بالا اما اینجا چی؟ اینجا اصلا x3 من هر چقدر میتونه باشه چون ضریبش صفره میتونم بینهایت رم بذارم پس کدوم یکی از اینها تعیین کننده است که من چقدر میتونم x3 رو بذارم اینجایی که این ضریب داره تو هر کدوم از این محدودیت ها اگر حالا هر چقدر باشم اونجایی که ضریب داره تعیین میتونه بکنه که من ماکسیموم x سمو چقدر ببرم بالا حالا پس این ضریب حالا اینجا تو مثال من دو تا محدودیت دارم یکی محد... زریبش یکی صفره اگر محدودیت های دیگری هم داشتم یکی جا میتونست دو باشه یه جا میتونست منفی اصلا باشه یعنی من سه تا حالت دارم یک صفر منفی اگر اینجا به جای یک منفی یک بود چی؟ یعنی من اگر اینجا دو بذارم، یک بذارم، سف... سه بذارم هیچ کدوم از اینها نمیتونه دو من رو پوشش بده و بهش برسه پس اصلا نمیتونم توی این محدودیت عدد بذارم و این رو با x نمیتونم برآورد کنم اگر منفی باشه باید ببینم که مثلا اینجا X3 وقتی که میخواد عدد بگیره x2 من که ضریبش صفر x1 که من باید عدد داشته باشم با. خب پس منفی نباید باشد صفر هم نباید باشد به صفر هیچ تأثیری روی محدودیت نداره پس فقط ضرارایی به اونایی هستن توی محدودیت ها تعیین کنندن که x3 رو چقدر میتونم ببرم بالا که ضرارایی به مثبت داشته باشن و بین اونها اونی که زودتر به این مقدار میرسه بر فرض من یه جا دارم یک x سه مساویه با دو حالا به اضافه هر چیزی ده x سه به اضافه هر چیزی مساویه با پنج بزنم من اگر x رو اینجا دو بذارم این برابر میشه اما این میشه بیست پس من نمیتونم بخشید اینجا باید حتما چقدر بذارم دو پنجم بذارم بخشید یک پنجم بذارم میشه دو یک دوم بذارم آره. من اینجا اگر ایکس هم و یک دوم بذارم میشه پنج اما اینجا اگر ایکس هم و دو بذارم میشه دو پس اینجا میگه دو میتونه بذاری یا ولی اینجا نمیتونه میگه میگه یک دوم ماکسیموم میتونه بذاری که بشه پنج پس بیشتر از یک دوم نمیتونم بذارم پس اون محدودیتی که باعث میشه که زودتر X من ایکس من پر بشه محدودیتی هستش که بلاک داره میکنه بهش میگن بلاکینگ و اون محدودیت موازی با اون متغیره نا کنید یعنی متغیر پایه یک من هست که اینجا زریب داره و اینجا صفره اینجا متغیر پایه دو من ضریبش صفره اینجا یکه گفتیم که تو هر, متغیر هر محدودیت یه متغیر پایه هست که عدد میتونه بگیره خب و الان و الان این محدودیت اول من موازی با x که من هست که عدد گرفته و این محدودیت من موازی با x دو اون محدودیتی که زودتر عدد x رو تعیین میکنه متغیر موازیش باید خارج بشه که به این میگن تست مینیموم تست مینیموم رو چجوری میگیرن؟ میان میگن که آقا تو x بیات رو بیا سورت کن یعنی همون محدودیت ها در واقع میشه که موازی همان دیگه خب بی هم باید سورت کنی اینجا وقتی که اینجا الان وای هستش دیگه به روز رسانی شده است دیگه به روز رسانی کردی اینا رو تقسیم بره اون متغیر ورودیت کن ذرایه بهش یعنی الان اینجا چی میشه من اینجا یک و صفر دارم به ازای x3 یا y x در واقع y3 من میشه درسته به اضافه هر چیزی کاری ندارم مساوی با بیبار من دو و یک هست گفتیم صفر چون بی نهایت میشه هیچی اونایی که مثبت هستن در واقع این رو اگر من تقسیم برای این کنم میشه دو یکم و یک صفر این بی نهایته که هیچی اونایی که مثبت هستن اونی که زودتر پر می کند میشه مینیمومش در واقع خب اون مقداری که تقسیمش کوچیکتر میشه به این میگن تست مینیموم این بود این شد پس میشه متغیری که اولین محدودیت رو داره پر میکنه یعنی موازی اون که همون x یک هستش و میگیم اون یکی خارج میشه متغیر ورودی اندیس کا میگیره و اینم ایکس بی آر دقیقا داره مشخص میکنه کدوم یکی از این آرها یا محدودیت ها هستن که موازی متغیر اون پایه هستن اون متغیر پایه که موازی اون محدودیت هست باید خارج بشه که تو الگوریتمش حالا بهتر میبینیم خب ببخشید که طولانی شد یه مقدار چون اینا چیزای پایه هستن باید بیشتر توضیح میدادیم و حالا تو خود الگوریتم و جلسات بعد همین ها تکرار میشه و تا اونطوری بهتر درک بتونیم بکنیم مثال های بیشتری هم هستش بهتر میتونیم درک کنیم پس ما الان چی یاد گرفتیم تو اینجا چیزی که مهم بود باسه ما این جدوله بودش که این جبرها رو یاد بگیریم چیا اهمیت داشتن اینجا باسه ما B منفی یک بی دو اهمیت داشت C بی بی منفی یک اهمیت داره این و در کل C بی بی منفی یک اهمیت داره Y جی اهمیت داره همه اینا اهمیت دارن که سی جی منهای زده ج منهای C ج اهمیت خیلی داره اینا همه اهمیت دارن تا چی کار بکنن تا یک جواب تا به هدف به دست بیاد تا دو در واقع ذرایب هدف متغیرهای غیر پایه‌ای به دست بیاد چهار زرایب محدودیت های غیر پایه‌ای به دست بیادش کجا رفت من ما اینها رو لازم داشتیم سی بی یعنی اولین چیزی که باید به دست می آوردیم بی منفی یک بود بعد سی بی بی منفی یک هستش خب بعد بی منفی یک بی هستش که لازمه داریم بدونیم بعد وای جی هستش که باید به دست بیاریم که میشه بی منفی یک آی جی بعد از اینها من میتونم زدم رو به دست بیارم که میشه سی بی بی منفی یک بی که مساویه این میشه اینم گفته بودیم که اینطوری میشه این میشه بی بار من خب اینو گفتیم اسمش دبلیو باشه درسته اینم که گفتیم وای جی بذارین من با یه رنگ دیگه هم بنویسم که بهتر باشه بساتون این میشه W این میشه B بار این هم که گفتیم مساوی با Y J این هم که Z صفر من هست که به دست میادش خب و چیزی که اهمیت داره Z J منهای C J هستش J متغیر اندیس متغیرهای غیر پایه‌ای درسته و زد جی منهای سی جی هستش که اهمیت داره که در واقع میشه سی بی بی منفی یک آی جی منهای سی جی که در واقع میشه دبلیو آی جی منهای سی جی خب اینا اهمیت داره بعد از این جی ها من متغیر ورودی رو تعیین میکنم خب اسمشو میذارم کا اندیس کا خب که میگم آقا ایکس کا باید وارد شود اگر این وارد شد کدام خارج شود اونایی که او مینیموم باید بگیریم بین بی بار تقسیم بره وای جی. توی محدودیت امو خب اینا رو باید مینیموم بگیریم که حالا محدودیت اینجوری بگیرم وای جی توی محدودیت آروم خب اون آری که مینیموم هست آره مین مینیموم در واقع میشه ایکس بی آر میشه متغیره پایه ای که موازی محدودیت آروم هست خب این ضرایب جدید در واقع متغیر زیری که اینا میشه کا منم جای اشتباه گذاشتم وای کار خب اینا اهمیت داره وقتی که من این کار رو اینا رو به دست آوردم میتونم بفهمم که کدوم متغیر وارد بشه و کدوم متغیر خارج بشه و تکرار بکنم این قضیه رو تا به جواب بهینه برسم یعنی هیچ متغیری نتونه وارد بشه یعنی هیچ متغیری نتونیم وارد کنیم که زد من بهتر بشه خب این میشه در واقع تمام جبرهایی که لازم داریم تا الگوریتم سیمپلکسمون رو ران کنیم حالا تو جلسه بعد ما کل الگوریتم سیمپلکس رو با هم دیگه مرور میکنیم و میگیم الگوریتم سیمپلکس چه الگوریتمی هستش بر اساس تمام این پارامترهای جبری که به دست آوردیم تا جلسه بعد خدا نگهدار